جمع‌بندی علوم هشتم 6 جلسه در خدمتتون هستیم و می‌خوایم توی 6 جلسه کل کتاب علوم رو جمع‌بندی کنیم. یه جزء براتون تهیه کردم بچه‌ها که اینو براتون گذاشتیم، قطعاً شما میتونید با این جزوه و این تدریسی که ما میکنیم یه 20 خوشگل از علوم هشتم بگیرید. سلام به روی ما همتون، مهدی دهقان، فاطمه زینالی، بهار مجلل، مهدی باز دهقان، سمیر بابای، ابوالفضل گودرزی، امیرعلی کریمی، ملینا میرزایی، بچهای قدیم و جدید، اونایی که همه اومدن، همه تو دلیا، دوست داشتنیای عزیز. خب عیدتون مبارک. پیش در واقع پیشا پیش که نگذشته جزوه رو تو پنل میذاریم و صدام میاد، فکر کنم صدام میاد، درسته؟ آره صدام میاد. معصوم میرزا اسکر، بهار مجلل، یاسین ملک علایی، محمد فرد قاسمی، رضا بشیری و آقای رزوان، آقای امیرعلی کرمی عزیز. خب عرضم به حضورتون که بیایم اینجا توی اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم، خب اولین مبحثی که میخوایم با هم کار کنیم. خب ببینید بچه ها، ما همونطور که میدونید مواد به دو دسته تقسیم میشن، خب یا خالصن یا ناخالص. خب مواد اینجا یا خالصن یا ناخالص، درسته؟ مواد اینجا یا خالص هستن خب یا ناخالص. اگه خالص باشه یا عنصر یا ترکیب، اگه خالص باشه یا عنصر یا ترکیب. بله پی دی اف اینو براتون میذاریم. آقای محمد امیر علی رضایی، عارفز گودرزی و بقیه بچه ها، ما دقت که بکنید چی داریم اینجا؟ اینجا نکته که داریم این هستش، مواد به صورت خالص و ناخالص. خالص یعنی چی؟ یعنی فقط از یک نوع ماده تشکیل شده باشه. خالص ناخالص یعنی چی؟ یعنی از چند نوع ماده تشکیل شده باشه، درسته؟ خالص یعنی چی؟ خالص یعنی مثل عنصر و ترکیب. یعنی عنصر من چی هستش؟ یا فلز یا نافلز یا شپ فلز. خب ترکیبم که مشخصه، مثلا ترکیب مثال مثل چی؟ مثل آب خالص، مثل نمک، مثل کربن دی اکسید CO2، مثل دیگه چی ترکیب؟ مثل کات کبود. اینا ترکیبن. ترکیب میگه مثل چی بچه ها؟ محمد امیر. خب سرکه، باری کرد سرکه، اما به صورت خالص ها، نه توش آب داشته باشه. خب اسید سولفوریک، اونم به صورت خالص باشه، آب توش قاطی نداشته باشه. مثلا هر چی دارم میگم باید به صورت چی باشه بچه ها؟ خالص باشه. خب شکر، باری کرد شکر، شکر هم گفتید خوب بود. فلز هم که مشخصه، مس و آهن و نقره و بقیه موارد. نافلز هم که میشه گوگرد و کربن و فلور و کلور و بروم و یود و انواع گازهای نجیب. شپ فلز هم که قبلا در موردش صحبت کردیم، مثل مثلا چی بچه ها؟ مثل بور، سیلیسیوم، جرمانیوم، بقیه موارد. بله پتاسیم پرمنگنات نمیشه، ملینا درست نمیشه. بچه روغن، در صورتی که یه نفر اینجا نوشته به اسم یکی بچه ها اومده، اسمش نفسه، میگه سلام من کنکوری هستم، لطفا به بچه ها بگید تلاش کنن تیسوشان قبول شن سال بعد. یعنی در واقع یه نفر اومده اینجا داره پیشنهاد میکنه که اگر تیسوشان قبول بشید تو سال نهم چقدر بهتون کمک میکنه که حتی توی کنکورتون یک مرسه یک دانشگاه خیلی خوب قبول شید. بسیار عالی. ملینا میرزایی گفته که شپ فلز یا همون آنتیموا. سرکه مگه سوسپانسیون نبود؟ نه سرکه سوسپانسیون نبود یاسین. چطور سرکه میتونه سوسپانسیون باشه؟ شربت خاکشیر میتونه سوسپانسیون باشه؟ سرکه آقا چجوری میتونه سوسپانسیون باشه؟ سرکه یا مثلا یه ترکیب ساده است. سرکه به صورت خالص ساده است. خب حالا ناخالص موادی هستن که از مثلا دو یا چند ماده تشکیل شدن، دو یا چند ماده تشکیل شدن، درسته؟ حالا یا همگرن یا ناهمگر. خب درسته، یا همگر هستیم یا ناهمگر. بچه روغن
اگر یک ترکیب باشه آره میتونیم بگیم مثلا جزء یه فرمول داشته باشه، ولی روغن اصولا خالص نیست. روغن اصولا خالص نیستش، تو ترکیب قرار نمیگیره، چون از ترکیب چند تا روغنه به خاطر همین نمیتونیم، یا تو مواد ناخالص قرار میگیره، تو حالت مایع در مایعش که به صورت مخلوط همگنه. حالا توی همگن داریم و ناهمگن. همگن مثل چی بچه‌ها؟ من حالتهای مهمش رو نوشتم، ما توی تدریسی که داشتیم به صورت جامع بود همه حالتها رو گفتیم، ولی اینجا بعدم یه سری حالتهایی که خیلی تابلوه که مثلا براتون سوال میاد گفتیم. توی مخلوط همگن یعنی چی؟ یعنی به صورت کاملا یک نواخت رو هم پخش شدن همگن، یا بهشون میتونیم بگیم چی بچه‌ها؟ یک نواخت، یعنی کاملا به صورت یک نواخت رو هم پخش شدن. جامد در جامد هستن بچه، مثل چی؟ مثل آلیاژ. مثل چی بچه‌ها؟ مثل آلیاژ. خب آلیاژ بچه چی مثلا؟ آلیاژ مثل فولاد تو سال هفتم خوندید، مثل چودن، مثل آهن زنگ نزن. درسته؟ فولاد، چودن، برنج، باریکلا، آهن زنگ نزن. حالا اینجا بایدیم چند تا حالت دیگه هم بگیم. مثلا جامد در گاز، یه جامدی که تو گاز چی باشه؟ پخش شده باشه. خب یه جامدی که تو گاز پخش شده باشه، میتونیم مثالش چی بزنیم بچه ها؟ جامدی که تو گاز پخش شده باشه مثل چی؟ مثلا نفتالین در هوا. مثالش چی بچه ها؟ مثل نفتالین در هوا. اینو من یه دور نازکش کنم با یه رنگ دیگه. مثل چی بچه ها؟ خیلی زخیمه. خب نفتالین در هوا، درسته؟ این میشه جامد در جامد اما به صورت محلول. خب توی مایع در گاز، مایع در گاز میتونیم مثل چی رو مثال بزنیم؟ عطر در هوا، ابر خب در هوا. اینجا نمیشه طلای زیورآلات، درست امیری کلمه نمیشه چی؟ طلای زیورآلات. پس یه مایع در گاز ما داریم بچه، یک مایع داریم در گاز، مثل چی بچه ها؟ عطر در هوا. یک گاز در گاز دارم، یه دونه چی دارم؟ گاز در گاز. مثلا فرض کنید هوای پاک. هوای پاک بچه ها یه مخلوطی از چی هستش؟ گازهای اکسیژن و چی بچه ها؟ نیتروژن. گاز اکسیژن و نیتروژن. هوای پاک مخلوط گازهای اکسیژن و نیتروژن و کربن دی اکسیده، درسته؟ جامد در مایع، یک جامدی توی مایع حل کنم که اون جامد به صورت یک نواخت توش پخش شه، مثل شکر در آب، مثل نمک در آب، درسته؟ مثل شکر در آب یا نمک در آب، جامد در مایع. مایع در مایع مثل چی بچه‌ها؟ مثل مایع در مایع مثل چی بچه‌ها؟ الکل در آب. دو تا مایع تو هم هستن، درسته؟ دو تا مایع در هم هستن. گاز در مایع مثل چی بچه‌ها؟ نوشابه گازدار. نوشابه گازدار، یا مثلا فرض کنید آب گازدار. آب گازدار، نوشابه گازدار، آب گازدار، درسته؟ پس این چند مورد ما گفتیم، یکی جامد در جامد گفتیم، جامد در مایع رو که گفتیم مثل مثلا شکر در آب، جامد در گاز رو گفتیم مثل نفتالین در هوا، مایع در مایع مثل آب در الکل یا در الکل در آب، فرقی نمی‌کنه که اون الکل هم میشه درصدهای مختلفش ما بررسی می‌کنیم. بعد دیگه چی داریم؟ مایع در مایع رو گفتم، مایع جامد در مایع رو گفتم، گاز در مایع رو گفتیم مثل چی بچه؟ نوشابه در گاز، و در واقع یه حالت دیگه هم داشتیم مثل مایع در گاز، مثل چی؟ عطر در هوا، و بقیه موارد مثل جامد در گاز هم که گفتیم. در واقع هفت حالت رو گفتیم از نه حالته که داشتیم. توی حالت ناهمگن، یعنی به صورت غیر یک نواخت هم پخش شده باشن، یعنی یکسان پخش، غیر یک نواخت پخش شده باشن، درسته؟ غیر یک نواخت پخش شده باشن، درسته؟ توی ناهمگه میشه چی بچه ها؟ میشه جامد در جامد مانند آجیل و خاک. مثلا شما فرض کنید دو تا ماده جامد رو تو هم ریختید با هم حل دید، تو هم پخش کردید، اما به صورت یکسان تو هم پخش نشدن، مثل آجیل و خاک، درسته؟ آجیل یا خاک. جامد در مایه، یک جامدی در مایه پخش کنید، مثلا دوغ، آب لیمو، شربت خاک شیر، خون، آب کثیف یا گلالود. جامد در مایع میشه چی بچه‌ها؟ سوسپانسیون. همینه که بچه‌ها
اینجا نوشته بودن شربت معده یک سوسپانسیون هست، مهدی دهقان. خب بعد سالاد، بچه سالاد جامد در جامده، سالاد جامد در جامده. نمونه سوالم حل میکنیم، بله نمونه سوالم یه سری سوال خودم اینجا یه تیکره که درس دادم بهتون میگم. استخر توپ شه جامد در مایه میشه گفاره. شربت پادزیست بچه ها نوشتن درسته. خب پس یادتون باشه جامد در مایه مثل چی بچه ها؟ آجیل و خاک جامد، بخشی جامد در جامد میشه آجیل و خاک، جامد در مایه میشه چی؟ دوغ، دوغ آب لیمو شربت خاک کشیر و خون و بقیه ماره. حالا اینجا مایه در مایه رو داریم خب، که بهش میگیم امولسیون. مایه در مایه که امولسیون هستش مثل آب و نفت، مثل آب و روغن، مثل آب و نفت، مثل آب و روغن. حالا اینجا رو ببین چند تا چیز من بهتون بگم. الان من اینجا به شما چی گفتم؟ گفتم جامد در جامد، جامد در مایع، جامد در گاز. خب این سه تا حالت، مایع در جامد، مایع در مایع، مایع در گاز. خب درسته؟ حالا یکی گاز در جامد، گاز در مایع و گاز در گاز. خب اینجا رو ببین، الان میخوام مثال اینا رو براتون بگم درسته؟ خب جامد در جامد مثل چی بچه ها؟ مثل مثلا آجیل یا خاکشی، آجیل یا خاک، یا مثلا سالاد شیرازی. جامدی که تو در مایع باشه، یک جامد در مایع، یک جامد در مایع که به صورت یکسان هم پخش نشه، درسته؟ جامد در گاز میتونیم بگیم چی؟ دوده در هوا. خب جامدی که در مایع باشه، یک جامد در مایع باشه مثل چی؟ میتونیم بگیم کات کبود، کات کبود آبدار. مایع در جامد، خب یه لحظه صبر کنید من اینو فکر کنم جا به جا نوشتم، با این اونو با این جا به جا نوشتم. جامد در مایع بنویسید شن در آب، مایع در جامد بنویسید کات کبود آبدار، درسته؟ کات کبود آبدار میشه. خب مایع در مایع میشه چی؟ روغن در آب مثلا. مایع در گاز، یک مایعی رو در گاز داشته باشیم، یک مایعی رو در گاز داشته باشیم، مثلا مثل چی بچه ها؟ کف صابون. گاز در جامد، یک گازی باشه در جامد. گاز در مایع که مثلا گفتیم میشه موارد مختلفه، مثلا گاز در گاز میشه گاز متان در مثلا هوا. بعد گاز در جامد مثلا میتونید بگید سنگ پا، سنگ پا که داره خلل و فرجه، گازه در داخل اون جامده که سنگ پا هستش. گاز در مایع، یه گازی باشه توی مایع باشه. خب اینو فکر کنم جا به جاش کنم منطقی تر باشه. خب اینو جا به جاش کنم منظورم منطقی تر باشه. گازو در مایع بنویسیم، کف صابون. مایع در گاز رو بنویسیم، یک مایعی که تو گاز پخش شده رو بنویسیم مثلا گاز در گاز تو هوای پاکه که میشه همگن. مایع در گاز رو بنویسیم روغنه،
تبخیر شده در هوای مثلا چی؟ آشپزخانه. آشپزخانه درسته؟ اینا هستش. خب کف صابون گاز درمانی هست دیگه. خب این گاز داخلش که هواه، اینم چیه؟ اینم که کف هست، کف صابونه. نوشابه میشه گاز درمایه، نوشابه میشه گاز درمایه، بله گاز درمایه، اما اون همگنه. نوشابه میشه گاز درمایه اما همگن. اینایی که دارم میگم ناهمگنه، اینایی که دارم میگن همشون ناهمگنه، این ناهمگنه، اما نوشابه گازدار همگنه. نوشابه گازدار همگنه، به خاطر هم اینجا ننوشتمش. صابون نه، کف صابون. تو دستتو میشوری، اون کفه رو من منظورمه. کفه آقا اون حباب دورش، اون حباب دورش مایع است، این کف دورش مایع است، وسطش گازه. ژل مو میشه، ژل مو میشه مایع در جامد. این ژل مو میشه، ژل مو میشه مایع در جامد. فرق گاز در مایع، مایع در گاز چیه؟ ببین بیا بذاره بالا. ببین گاز در مایع و یا مایع در گاز، خب فرقشون چیه؟ ببین فرقشون اینه که شما نیا کن، میگه یک گازی در مایع حل شده، خب این میشه حل شونده اولیه، دوم میشه حلال، درسته؟ این میشه حل شونده، این میشه چی؟ حلال. اینجا فرقش رو اینجا متوجه میشی که آقا جون من یه گازی توی مایع حل کرده، یه گازی توی مایع حل کرده، درسته؟ اینجا یک مایع توی گاز حل کرده. خب این یه گاز تو مایع حل کرده، اگر همگن باشه میشه نوشابه. خب اگر ناهمگن باشه، خب اگر ناهمگن باشه داستانش فرق میکنه، درسته؟ بخار آب، بخار آب توی چی؟ بخار آب خالی که نه، بخار آب که مثلا میتونی بگی مه در هوا، داستانش فرق کنه. مه در هوا میشه مایع در گاز، میشه مایع در گاز، اوکی؟ اینجا یک گاز تو مایع حل شده، اینجا یک مایع تو گاز حل شده، برعکس هستن. خب این هستی، بیایم توی ادامش، بیایم توی ادامش. اینجا رو ببین، توی تعریفی که ما داریم گفته ماده خالص چیه بچه ها؟ ماده خالص گفته ماده است که تنها از یک جز، این کلمه تنها از یک جز خیلی مهمه، مثل عنصر کربن، آب مقطر، نمک، شکر. آب مقطر و نمک شکر چی هستن؟ ترکیب هستن. و عنصر کربن هم که خب مشخصه عنصره. ماده ناخالص مواد است که دو یا چند ماده تشکیل شده. ببین اینا کلمه های کلیدیه که من هایلایتش میکنم. مثل آب نمک، آب نمک چیه؟ محلول جامد در مایع. آب نمک محلول جامد در مایع، یعنی نمک تو آب حل شده. شربت خاک چی؟ در واقع میشه گفت مخلوطه، ناهمگنه. شربت خاک چی؟ ناهمگنه. هوا چیه؟ همگنه، جامد. هوا چیه؟ گاز در گازه. شربت خاک شیر چیه؟ دقت کنید، شربت خاک شیر میشه گفتش که یک مخلوط ناهمگنه جامد در مایع هستش که سوسپانسیونه. و آلیاژها چی هستن؟ جامد در جامد. آلیاژها چی هستن؟ جامد در جامد هستن. هوا هم میشه چی بچه ها؟ گاز در گاز هستن. خب شربت خاکشیر چیه بچه ها؟ جامد در مایع هستش. خب اینم جامد در مایع هستش، درسته؟ این از این. خب یکی از ویژگی های مخلوط اینه که اجزای تشکیل دهنده، خب یکی از ویژگی های مخلوط چیه؟ اجزای تشکیل دهنده خواص خودشون رو چیکار میکنن؟ خواص اولی خودشون رو حفظ میکنن، خواص اولی خودشون رو حفظ میکنن، درسته بچه ها؟ حباب ژل مو گاز در مایع میشه؟ حباب، آره حبابش، آره حبابش میشه،
حالا اگر ما اون دونه های اگر ما اون دونه های سیاه ها در نظر بگیریم میتونیم بگیم جامد درمایه. خب حتی جامد درمایه که حالا نمیشه گفت، میشه گفتش که مایع در جامد. خب اگه اون حباب ها رو بخوایم در نظر بگیریم، بله گاز درمایش درسته. اگه اون دونه های سیاهی که داخلش هست بخوایم در نظر بگیریم، داستانش فرق میکنه. انواع مخلوطی که داریم چی هستش بچه ها؟ یا همگنه یا ناهمگنه، درسته؟ یا همگنه یا ناهمگن. مخلوط همگن چیه بچه ها اینجا؟ مخلوطی که اجزای تشکیل دهنده آن به صورت یک نواخت در هم پراکنده شدن و قابل تشخیص نیستن، مثل آب و شکر، مثل بادکنک پر از هوا. تو زمانی که یه لیوان آب داری یه قاشق نمک توش می‌ریزی هم می‌زنی، خب نمکه یه قطعه بالاش وسطش یا پایینش برداری، چه اتفاقی افتادش؟ یعنی کاملا همش به صورت یک نواخت توش پخش شده، درسته؟ خب خب بیایم ادامش. پس مخلوط همگن چیه؟ مخلوطی است که اجزا به صورت کاملا یک نواختی در داخلش چی شدن بچه ها؟ کاملا حل شدن، درسته؟ خب یا بهتر بگم به صورت یک نواخت کاملا توش پراکنده شدن، درسته؟ خب میگه مخلوط ناهمگن در این رو مخلوط اجزای تشکیل دهنده مخلوط به طور غیر یک نواخت در هم پراکنده شدن و میتوان آنها را از هم چیکار کرد؟ تشخیص داد. پس میشه آنها رو کاملا اصلا تشخیص داد. این کلا این کلاسه 6 جلسه است، یعنی این جلسه اولشه، 5 جلسه دیگه هم داریم. خب حالا دقت بکن که من میتوان آنها رو اصلا تشخیص داد. مثلا با آجیل، خب تو آجیل تو اید اگر خورده باشی تخمش و پستش و از بادوم هندیش و فندقش میتونی تشخیص بدی. تو شربت خاک شیر، خب دونه هاش میرن پایین تهنشین میشن. تو شربت معده روش نوشته قبل از خوردن تکون بده. تو آب و روغن وقتی نگاه بکنی، روغن میاد روی آب قرار میگیره چون چگالش از آب کمتره، درسته؟ پس کاملا میشه چیکار کرد؟ جداشون کاملا میشه اینا رو از هم تشخیص داد، درسته؟ پس تو ناهمگن مخلوط قابل تشخیصه، اما تو همگن قابل تشخیص نیستش، درسته؟ توی سوسپانسیون چی گفته؟ گفته که یا تعلیقه، توی سوسپانسیون یا تعلیقه. خب توی سوسپانسیون یا تعلیقه گفته به مخلوط ناهمگنی. پس اول از همه مخلوط چیه؟ ناهمگنه. خب که از پخش شدن ذرات جامد در مایع، از پخش شدن ذرات جامد در مایع وجود میاد، میشه چی؟ سوسپانسیون. که مثالاش هم زدیم، شربت خاک شیر، شربت معده و حالا بقیه موارد مثالایی که هستش. شربت خاک شیر، آنتی بیوتیک، شربت معده، دوغ، آب لیمو، آب گلالون. اینا همه چی هستن؟ سوسپانسیون یا تعلیقه. نکته بعدی گفته ویژگی مخلوط سوسپانسیون تعلیقه این است که بعد از گذشت مدتی ساکن که وقتی بمونه مواد توش چی میشن بچه‌ها؟ تهنشین میشن. اوکی؟ نکاتو میبینید؟ مانند مخلوط دوغ که پس از گذشت زمان ماست موجود در اون چی میشه؟ توی ته ظرف تهنشین میشه. در ته ظرف چی میشه بچه ها؟ تهنشین میشه. حالا بیایم سر داستان حلال و حل شونده. همونطور که میدونید یک محلول از دو تا جز تشکیل شده، حلال به اضافه حل شونده. حل شونده درون حلال حل میشه، درسته؟ حلال و حل شونده. خب معمولاً حلال جزء بیشتری تشکیل میده، درسته؟ حل شونده درون حلال حل میشود. خب مثلا فرض بکنید که شما نمک در داخل مثلا آب حل میشه، خب یا به طور مثال توی الکل 70% که من اینجا دارم، الکل 70% محلول تشکیل داده چون جزء بیشتریه، پس میشه حلال. پس 30% باقی ماندهش میشه چی؟ آب. پس آب میشه حل شونده چون جزء مقدار کمتری رو تشکیل داده. حالا پس اینجا توی این حالت که حتما قطعا همتون میدونید، اگر اینجا
من نوشته باشم الکل 40% حلال حل شوندش میشه چقدر؟ اگر اینجا نوشته باشم الکل 50% حلال حل شوندش میشه به چه صورت؟ درسته؟ بنویس جوابشو. یعنی این 40%ش الکل، 60%ش چیه؟ آبه. این 50%ش الکل، 50%ش چیه؟ آبه. خب این 40% این 60% کدوم بیشتره؟ آب. پس آب میشه چی اینجا؟ حلال. این چی میشه؟ حل شونده. درسته؟ بله درسته. تو 50% آب 50% الکل با هم برابرن. کی معروف تره؟ آب. کی معروف تره؟ این معروف تره. پس میشه چی؟ این میشه حلال، این میشه حل شونده. درسته؟ بله درسته. جور که میبینیم همه خوب خوب بلدن. خب بیاییم ادامهش. الکل 100% ندهیم، الکل نهایتا 96% که اون یه ذره باقی ماندهش هم 97% اون 3% اکسیژن توش حل شده. خب بیاییم ادامهش. مثال گفته بچه اینجا چی؟ سکه طلا. سکه طلا حلالش طلای، حل شوندهش مس و مثلا نقره است. نوشابه گازدار حلالش اون نوشابه است یا آبشه؟ حل شوندهش گاز و اون شکر است. گاز و یه ماده جامد به نام شکر. هوای پاک حلال چیه؟ نیتروژنه. حل شوندهش گازهای دیگره. اینجا رو ببین. حلال نیتروژنه. خب چند درصد؟ 78%. بقیه گازها چقدره؟ 22%. که این گازهای دیگر شامل O2 میشه، CO2 میشه و شامل آرگون میشه. AR میشه آرگون. پس تو هوای پاک یک محلول همگن گاز در گاز هستش نیتروژن حلال و CO2 و O2 آرگون هم حل شونده. اوکی؟ بسیار عالی. بیایم یه ذره پایین تر. میگه نکته 3، آزمایش نشان میده که تو هر 100 میلیلیتر آب در دمای 20 درجه حدود 38 گرم نمک خوراکی حل میشه. ببین خیلی واضحه این. خب ولی خب هم یه چیز دیگه هم اینجا بهت یاد بدم. میگه آزمایش نشان میده تو 100 میلیلیتر درسته آب با چه دمایی 20 درجه سانتیگراد چقدر نمک حل میشه؟ 38 گرم نمک خوراکی حل میشه. درسته؟ پس در این دما چقدر نمک حل میشه؟ 38 گرم. خب یعنی محلول تو میشه حلال به اضافه حل شونده. حلال چقدر داره؟ 100. حل شونده چقدر داره؟ 38. جواب میشه چقدر؟ میشه 138 گرم جرم محلولت. جرم محلولت. درسته؟ خب بسیار عالی. خب بیایم اینجا توی ادامه این داستان بیایم. اگر مثلا گفت تو 100 میلی لیتر، خب تو 100 میلی لیتر 38 گرم حل شده، بعد میگفت تو 1 لیتر چقدر حل میشه؟ میشه چقدر؟ جوابشو برام کامنت کن. درسته. این ضرب در 10 شده دیگه 1000 میلی لیتره. درسته؟ و جواب اینا میشه 380 میلی لیتر. درسته؟ حالا من اینو اینجا نگاه کن. اینجا تو 138 گرم محلول چقدر حل شده؟ 38 گرم من چی دارم؟ حل شونده. درسته؟
اگر مسئله مثلا به تو مثلا میگفت چقدر توی یه حساب بکنیم، اگر مسئله مثلا به شما بگی که خب تو 414 گرم محلول چقدر حل شونده داریم چی؟ مثلا به شما مسئله گفته که در 138 گرم چی محلول 38 گرم چی دارم حل شونده، در 414 گرم از همین محلول چند گرم حل شونده داریم. خب امیرعلی کرمی درست جواب دادی، امیرعلی کرمی درست جواب دادی. بشیری این چیزی که نوشتی و رفتم رو اسلایدی که اونوره برای توضیح میدم قضیه 21 و 22. یاسین ملک علایی جواب درسته. ملینا میرزایی جواب درسته. یسنا خیلی وقت نبودی جواب درسته. فاطمه گودرزی درسته. ابوالفضل گودرزی درسته. یاسین ملک علایی، ابوالفضل گودرزی. خب درسته. این ضرب در چند شده؟ این ضرب در 3 شده. پس اینم باید ضرب در چند بشه؟ 3 بشه. این میشه 114 گرم. درسته؟ جوابایی که بچه ها دادن بسیار عالی. اینجا رو ببین در مورد اون چیزی که گفته. ببین اینجا نوشتم گازهای دیگر، نگفتم اکسیژن. خب دقت کن به جمله‌ای که نوشتم. اینجا 22 درصد نوشتم گازهای دیگر، فقط ننوشتم اکسیژن. بعد اومدم اینجا گفتم O2 CO2 AR. ببین O2 CO2 AR فرقی نه، یعنی این 21 درصد اینه، این دوتا با آرگون و هلیوم و کربن دی اکسید چیه؟ اونا 1 درصده. به خاطر اینجا نوشتم حل شونده این گازهای دیگه، یعنی همه اینا 22 درصده. درسته آقای بشیری؟ خب این از این. خب بریم توی ادامش. نکته 4 گفته که اینجا چی بچه ها؟ چرا نداره؟ داره. خب گفته که مقدار حل شده برخی از مواد مانند نمک با افزایش دما چی هستش؟ افزایش میاد. حتی این همه نمک ها اینجوری اینو اینجوری بهتون بگم. ببین ما یه سری نمک ها داریم، مثلا فرض کن شکر. شکر با افزایش دما میزان پذیرش زیاد میشه. خب دقت کنید، شکر با افزایش دما میزان انحراف پذیرش زیاد میشه. پس شکر با افزایش دما میزان انحلال پذیریش چی میشه بچه ها؟ زیاد میشه. نمک طعام، همون نمکی که شما میخورید، با افزایش دما میزان پذیریش ثابته، تقریبا چیه؟ ثابته. اما یه سری مواد داریم مثل مثلا گاز اکسیژن که خیلی سوال میاد، مانند گاز اکسیژن با افزایش دما چی میشه؟ میزان پذیریش کاهش پیدا میکنه. ببین این خیلی مهمه، این میتونم بگم 80-90 درصد سوال آزمون پایان ترمتونه. اینجا رو ببین، من واسه یه نمودار میکشم. ببین این دماه، این چیه؟ انحلال پذیریه. خب میتونم اینجوری بگم آقا با افزایش دما میزان پذیریم زیاد شده، درسته؟
زیاد شده. می‌بینید نمودار زیاد شده، با افزایش دما زیاد شده. مثلا تو دمای 30 درجه، تو دمای مثلا 60 درجه مثلا چقدر حل شده؟ مثلا 20 گرم. اینجا چقدر حل شده تو این دما؟ مثلا 40 گرم. خب درسته؟ حالا یکی دیگه با افزایش دما میزنه پذیرش تقریبا ثابته، مثل نمک طعام. میبینی تقریبا ثابته. این مثل چی؟ مثلا پتاسیم نیترات با افزایش دما میزنه پذیرش تقریبا چیه؟ ثابته. درسته؟ دیگه چی بچه ها؟ بیایم اینجا با بنفش نشون بدم. یه سری هستن با افزایش دما میزنه پذیرشون کاهش پیدا میکنه. اینا چی هستن؟ مثلا فرض کن اسم ماده شو میگم که حالا فقط بدونید، لیتیوم سولفات. خب با افزایش دما کاهش پیدا میکنه، ولی اینو شما نخوندید، کاری ندارم. کلیت داستانی که تو باید بدونی اینه که با افزایش دما میزان پذیری نمکایی که شما امسال شما میخونید افزایش پیدا میکنه. فقط یه نمک ثابته، اونم نمک طعامه. این چیه؟ بنویسم تقریبا ثابته. بقیه نمک ها مثل این افزایشه. این هم واسه امسالتون نیست بخونید. خب این اصلا نیازی نیست برای امسالتون نیست، یعنی هم چیزی بهتون سوال نمیدن. جی با جی آر تفاوت ندارن، گرم دیگه. حالا جی می نویسن، آرش اصولا نمی نویسن، فقط جی خالی می نویسن. فقط جی خالی، یعنی توی که خود کتاب استاندارد هم جی نوشه، آرش رو ننوشه. بعضی ها می نویسن، ولی همون جی به معنای گرمه. خب ممنونم آقای عظیمی. پس نکته ای که اینجا وجود داره اینه، نگاه کنید، نکته ای که اینجا وجود داره اینه که با افزایش دما میزان پذیریمون نمکامون زیاد میشه، نمک تمام ثابته. یه سری نمک ها داریم که کلمه سولفات وقتی میاد کاهشیه. چیه؟ کاهشیه. اما نکتهش چیه اینجا؟ گاز وقتی اومد، وقتی گاز اومد دیگه حواست جمع کن. وقتی اینجا گاز بیاد با افزایش دما کاهش پیدا میکنه، خیلی مهمه ها. با افزایش دما میزان نمک‌پذیری گازها کاهش پیدا میکنه. الان تو خونه تکرار کن با افزایش دما میزان نمک‌پذیری گازها کاهش پیدا میکنه. با افزایش دما میزان نمک‌پذیری گازها کاهش پیدا میکنه. حالا یه جمله دیگه، با افزایش دما میزان نمک‌پذیری نمک‌ها افزایش مییابد. خب این از این. بیام اینجا مواد اسیدی بازی رو برات یه توضیح بدم. یه دقیقه خاموش میکنی، یه چند دقیقه خاموش میکنی. آره. ببین مواد اسیدی داریم، مواد بازی داریم. خب مواد اسیدی داریم، مواد بازی داریم. خب با رنگ آبی کم رنگ میخوایم کار کنیم. مواد اسیدی داریم، مواد بازی داریم. خب مواد اسیدی میشه چی؟ پی اچشون از 7 کمتره، اما مواد بازی پی اچشون از 7 بیشتره. کلا کاغذ پی اچ بین 0 تا 14. مرسی آقای علیرضایی. بین 0 تا 14. ابوالفضل عظیمی، نمک طعام تقریبا ثابته. نمیتونیم بگیم ثابته، چون 38 بوده تو دمای 100 درجه میشه 41. تقریبا ثابته. خب پس یادت باشه مواد علاوه پی اچ دو دسته هستن، یا اسیدی هن یا بازی. کمتر از 7 اسیدی، بیشتر از 7 بازی. اسیدها ترشمزن، بازها چی هستن؟ تند و دیز و تلخ، گس، گسمزه. خرمالو خوردی مثلا تو دهنت حالت گس میگیره خرمالو، یا مثلا فرض بکن خرمای نرسیده گسه، پوست انار گسه، پوست موز گسه، پوست نارنگی، پوست پرتقال، پوست لیمو ترش گسه. گس. اوکی؟ هفتم که بله آقای یاسین خان خونسه. حالا توضیح میدم اونم. حالا لمس کردنشون این اسیدها احساس سوزش میده، چون روی پوست دست و یه مقدارش از بین میبره. لمس کردن بازها باعث لیز شدن سطح پوست میشه، اما این دست روی دست میسوزونه. حتی بگم سوختگی مواد بازی خطرناکتره. کاغذ تورنسول مواد اسیدی رو قرمز میکنه، کاغذ تورنسول مواد بازی و رنگش رو آبی میکنه. مثال آب لیمو نوشابه، آب پرتقال، سرکه، صابون، شربت معده. چهار تا مثال دیگه اینجا می نویسم، هر کی بلده تایپ کنه.
سرکه، کیوی، آب غوره. میگه چی؟ اسید سولفوریک، هیدروکلوریک اسید. درسته؟ اینا همش اسیدن. صابون، شامپو، مثالایی که هستش، ریکا، وایتکس، سود سوزاور، اینا همشون چی هن؟ آفرین، مایع ظرفشویی مثل ریکا میشه دیگه. خب جوش شیرین، جوش سوزاور نه، جوش شیرین، جوش شیرین. درسته؟ آمونیاک، آفرین، آمونیاک، آمونیاک بازه بچه ها. آبجابل، دامستوس، بله. شیر تقریبا خونساه، نارنگی تقریبا اسید خیلی ضعیفه، جوهر نمک هم که میشه همین هیدروکلوریک اسید. جوهر نمک اسم دیگه چیه؟ هیدروکلوریک اسید. دستکش چیه نوشتی؟ درزا بشیری، دستکش چه ربطی داره؟ خب جوهر لیمو هم که اسیده. خب این از این بیام اینجا یه دوتا نکته هم اینجا براتون بگم، لذت ببرید از کلاس، لذت ببرید. یه هر سوالی بهت بگه معلمتون، بگه آقا این 20 علوم واسه منه، این 20 علوم رو واسه من بذار کنار، به هیچ کس نمیدمش. این چیه؟ خونساه. مثل مثلا چی؟ نمک، مثل آب، اینا خونساه. خب این صرف میشه اسید قوی، درسته؟ این میشه چی؟ این میشه باز قوی، درسته؟ اینجا مثلا 6، اینجا مثلا 8، این میشه باز ضعیف، اینجا میشه اسید ضعیف، درسته؟ خب مشکین شوی تاج بچه ها نوشتن، شیر نوشته اسیدی. ببین شیر، شیر اگر ترش بشه اسیدیه، ولی شیر تقریبا یه خاصیت بازی خیلی کم داره. شیر پیچش 7.5ه، لواشک ترش باشه، آره، جوش شیرین بازیه، خون اسیده. نه خون پیهچش 7.5ه، خون اسید نی، خون پیهچش از 7 بیشتره. پنیر، پنیر باید تقریبا خونسا باشه. شامپو پرچک. خب نیا کنید، هرچی از 7 به سمت از هرچی از 14 به سمت 7 بریم، باز چی میشه؟ باز ضعیف میشه. به این سمت بیان، هرچی از سمت 0 به سمت 7 بیام، اسید چی میشه؟ اسید قوی میشه. نه این کلاس، نه این کلاس خریدنی نیستش، این کلاس امروز خریدنی نیستش، ولی 6 جلسهش بخوای شرکت کنی با یه قیمت خیلی ارزونی میتونی بگیری. خب اونم که نوشتم و این جزوه‌ام براتون روی پنل میذارم که داشته باشید. به امره اون دو سه صفحه‌ای که پارسا جان دو اینجا نوشتم واسه شون بذار، بذار. جداسازی مواد که خیلی مهمه، قطعا ازش نیم رو 25 صدوم داریم. آره امیر رضایی بفرستم دیگه. اینجا رو ببین، رنگ باحال باشه، با همین زرده بریم جلو. آقا ما یه چند تا جداسازی داریم، روش های جداسازی داریم، مثل دستگاه سانتریفیوژ داریم یا گریزانه. روش جداسازی چیه؟ بر اساس تفاوت وزن چگالی، در واقع بیشتر اصل چگالیه. نوع مخلوطهایی که بیشتر داریم چیه؟ سوسپانسیون یا تعلیق است. مثلا برای جدا کردن چربی از چیز یا پلاسما از خون هستش. این میشه چی؟ این میشه روش جداسازی سانتریفیوژ هستش یا گریزانه. اوکی؟ قیف جدا کننده رو داریم که با استفاده از تفاوت در چگالی که ما داریم واسه مخلوط دو مایع همگن هستش. خب مثل آب و روغن، البته اینجا رو دو مایع ناهمگن، ناهمگن، خب دو مایع ناهمگن. خب
چون همگن باشه تو هم حل بشه میشه روشمون میشه تقطیر، هم با این روش نمیشه. کمباین که خوندید خب اون مثل تراشبی تراکتوره، خب یا بهش به روشش میگن بوجاری کردن، خب به روشش میگن بوجاری کردن. تفاوت توی چی هستش؟ در واقع میشه گفت حالا توی بزرگی و کوچکی و اون وزنشونه، درسته؟ در واقع میشه گفت بر اساس چی هستش؟ بر اساس وزنشون هستش، درسته؟ مخلوط دو ماده جامد در جامد هستش، مثل گندم و چی بچه ها؟ دو ماده جامد در جامد مثل چی؟ گندم و کاه هستش، درسته؟ اوکی؟ کاغذ صافی بچه ها، کاغذ صافی بر اساس تفاوت توی اندازه است. تفاوت توی چی هستش؟ اندازه هستش. خب این واسه کمباین بچه ها، تفاوت توی چیه بچه ها؟ توی وزنه. تفاوت توی وزنه، توی چهار واقع میشه گفت توی سنگینیشونه، توی چیه؟ سنگینیشونه، درسته؟ دستگاه تقطیر رو ما داریم اینجا، دستگاه تقطیر رو ما داریم اینجا. حالا با این رنگ بریم. قبلش من میگم پس کمباین شد بر اساس تفاوت وزن، درسته؟ من اسیده. ببین من اسیده، این چیزی که اینجا نوشته ابوالفضل عظیمی، ابوالفضل عظیمی مثلا اون من اسیده، اما مثلا وایتکس شامپو صابون ریکا بازن. رزوان آره فکر میکنم حتی شاگردان در طول سال. آره وسطش من سوال براتون نکاتشو گفتم. پتاسیم پرمنگنات خونساه، اسید نیست. پتاسیم پرمنگنات یه نوع نمکه، خونساه. کمباین چیه بچه؟ تفاوت وزنه. مخلوطش چیه؟ دوتا ماده جامده مثل جداسازی کاه از گندم. چون گندم سنگین تره میاد پایین، اما کاه چون سبکه باد میزنه میبرتش. پس تو نیا کن این گندمه، این کاهه. خب این گندمی که این کاه هستش یه ترک میدیم روش، این گندمه به علت سنگینی میفته پایین، این پوسته کاهیشو باد میبره. اصطلاحا به کمباین یه روش دیگه هم بهش میگم، میگم بوجاری کردن. بوجاری کردن میگم. کاغذ صافی بر اساس چیه؟ اندازه است. بر اساس اندازه است. یه مخلوط چی؟ برای جداسازی مثلا فرض بکن یک مخلوط چی هستش بچه‌ها؟ ناهمگر هستش. مثلا ماسه و شن رو از هم چیکار کنیم؟ جدا سازی کنیم، درسته؟ ماسه و شن رو از هم جدا سازی کنیم، ماسه و شن رو از هم جدا سازی کنیم. اصلا اینجا آب نمک رو نظر من اشتباهه. خب ماسه و شن چون برسه اندازه اجزا، چون آب و نمک مخلوطه چی هستش؟ همگن هستش. اوکی این از این. دستگاه تقطیر چی هستش؟ یه دستگاهی هستش که میاد چیکار میکنه؟ گفته این دستگاه تقطیر دستگاهی هستش که میاد تفاوت توی نقطه جوشه، بعد مخلوط دو مایه‌مون چیه؟ همگنه، مخلوط آب و الکل. ببین یکی از سوالای پایین ترمت از یکی از این 4-5 دستگاهی که داده، خب آب خالص آب مقطر پی اچ 7 آقای خانم فاطمه زهرا. کمباین یا خربنکوب، بله یه روش دیگه هم هستش بوجاری کردن. اینجا رو پس ببینید چند تا دستگاه داشتیم. سانتریفیوژ که بر اساس چی بوده؟ چگالی بودش، واسه جدا سازی شیر از چربی از شیر و پلاسما از خوناب، پلاسما از خون. قیف جدا کننده است که بر اساس چگالی بودش، واسه جدا سازی مخلوط ناهمگیر مایع در مایع. کمباین یا بوجاری کردن که تفاوت داره توی وزن، واسه جدا سازی مخلوط دو تا ماده است. بوجاری کمباین واسه جدا سازی مخلوط دو ماده جامد هستش که مخلوط چی؟ گندم و کاه. کاغذ صافی تفاوت توی اندازه اجزا هست. جدا سازی مثلا چی؟ فرض کن دونه های خاک شیر از شربت خاک شیر رو مثلا جدا سازی کنی، یا مخلوط ماسه و شن، درسته؟ مخلوط ماسه و شن. یا مثلا فرض بکن اینجا مثالش میتونم بگم دانه های خاک شیر از مثلا چی؟ آبش، از اون محلولش، از محلولش.
دستگاه تقدیرم، الان ملینا جوابتو میدم، دستگاه تقدیرم بر اساس اختلاف نقطه جوش مایع همگنه و الکل آب. دستگاه تقدیر در واقع دو تا عمل پی در پی تبخیر و میعان، در واقع دو عمل پی در پی تبخیر و میعان میشه تقدیر. یعنی فرض کنید شما یه آب داریم یه الکل داریم، خب ما یه آب داریم یه الکل داریم، درسته؟ فهمیدم چی رو میگی ملینا؟ اسیدش میشه ضعیف، این منظورت بود درسته؟ اسید رو نوشته بودم قوی، این میشه اسیدش ضعیف، اوکی درستش کردم. این به این سمت بیاد اسیدش ضعیف میشه، این بر میشه اسیدش، این بر میشه بازش ضعیف، چون به سمت هفت بیان اسید و باف هر جفتشون ضعیف میشن. این از این. خب بیان پایین تر، بیان فصل اولتون تموم شد، بیان تو فصل دوم. ما تو کمتر از یک ساعت مثلا یک فصل درس دادیم، یه فصل با اون حجم که من خودم نزدیک مثلا توی دوره اصلی اون 3 ساعت اونو درس دادم. توی فصل دوم نکاتی که میخوام بگم اینه، آقا یکی در مورد تغییرهای شیمیایی و فیزیکیه. به تغییری که میگیم که نوع مولکول ها اما نه نوع اتم ها، دقت کن، نه نوع اتم های مواد تغییر میکنه، نوع مولکول ها عوض میشه. تفاوت در جرم درست نیستش، مسئول میرتا عسکری. تفاوت در وزن، تفاوت در وزن، چون بر اساس نیروی وزن میفته پایین، به جرم کاری نه، بر اساس نیروی وزن جاذبه میکشدش پایینه. خب برای کمباین بهتر نیست بگیم تفاوت در جرم، نه، باید بگی تفاوت در وزن یا سنگینی. دستگاه تقدیر هم گفتم اول تبخیر انجام میشه، بعد میاد تو این لوله، دوتا لوله تو در توه، این بخاره که اومده یه لوله توش آب میچرخه، این بخاره رو سردش میکنه، میشه میعان. تبلور هم هست اما تو کتابتون نمیده، اصولا سوال نمیدن اینا تبلور رو. تبلور برای جداسازی مثلا ناخالصی ها هستش، یه سری ناخالصی های جامع. تبلور مثلا فرض کنین میاد یه سری ناخالصی هایی که توی مثلا مخلوط محلول جامع درمایه هستش انجام میشه، از تبلور مثلا واسه درست کردن نبات ایجاد میشه. خلاصه امیرعلی اکبرزاده میگه من کنکوریم تو پنل این دوره افتادم، یکم گوش دادم یادش بخیر، کاش موضوعات به همین سادگی بود. آره دقیقا، ولی آدم سنش که میره بالاتر این مباحث براش خب خیلی ساده تره. بعد آره جالبه، من وقتی مثلا دانشگاه قبول شده بودیم مثلا تو ترمای بالاتر بودیم، ترمای پایینتر سوالایی که داشتم نگاه میکردیم گفتیم چقدر ساده است. آره وقتی عبور میکنی ازش میگی چقدر ساده است، عجب. خب ولی توی تغییرهایی که داریم، خب توی تغییرهایی که داریم نوع مولکول ها بچه ها عوض میشه، خب نوع مولکول ها عوض میشه نه نوع اتم ها. خب در واقع میشه گفت این مواد چه اتفاقی میفته، تغییر توشون رخ میده. خب مثلا میخ آهنی رو، خب دقت کنید، شما میخ آهنی رو بندازید تو کات کبود، یه تغییر شیمیایی روش رخ میده، قرارداد تخم مرغ در سرکه. من اینا رو مثلا چند تا نکتهش رو بهتون بگم. آقا میخ آهنه تو کات کبود بندازی، من رسوب مس دارم، رسوب مس ایجاد میشه. تخم مرغ رو بندازم تو سرکه چی ایجاد میشه؟ گاز CO2. تو آزمایش کوه آتش فشان، تو آزمایش کوه آتش فشان چی تولید میشه بچه ها؟ گاز تولید میشه. گاز چی؟ گاز N2 و بخار آب، H2 بخار آب و گاز نیتروژن تولید میشه. ممنونم امیرعلی. جوش شیرین یا قرص جوشان رو وقتی با هم مخلوط کنیم، البته به صورت محلول، البته به صورت محلول، خب جوش شیرین یا قرص جوشان رو وقتی با هم مخلوط بکنی چه گازی تولید میشه؟ گاز CO2. خب اوکی، گفته که در آب میشه فاسد شدن میوه. خب فاسد شدن میوه مثلا در واقع تابلو دیگه، نوع مولکول عوض میشه. بعد تو خیلی هم مواقع میتونه میگه حالت میوه هم عوض میشه، اگه حالت خونسا باشه مثلا مثلا میره به حالت اسیدی، اصولا میشن اسیدی. پختن غذا هم که دیگه تابلوه، پیر شدن مثلا
صدا هست. خب ببین فاسد شدن چیه دارم اینجا میوه، پختن غذا، پیر شدن، زنگ زدن آهن. بعد یکی بچه ها سوال کرد در مورد کدوم واکنش گرماده کدوم گرماگیره. واکنشی که گرما آزاد بکنه گرماده، واکنشی گرما بگیره میشه گرماگیر. خب خیلی ساده است، ولی خب میگه آقا چجوری ما اینو بفهمیم؟ مثلا فرض بکن میگه جوش شیرین، میگه آقا من جوش شیرین رو خب ریختمش توی چی؟ مثلا سرکه. خب جوش شیرین رو ریختم تو سرکه، چه اتفاقی افتاد؟ گاز CO2 تولید شد به اضافه مثلا یه نمک. خب دستمو زدم به شیشه، دستمو که زدم تو شیشه که این واکنش انجام شده بود گرم شده بود. چی شده بود؟ گرم شده بود. پس وقتی گرم شده داره گرما آزاد میکنه، پس وقتی گرم شده داره گرما آزاد میکنه، پس این واکنش چیه؟ میشه گرما بگو بیه. درسته؟ خب این است. حالا به طور مثال یه واکنش دیگه بهت میگم. مثلا فرض کن تو میری پمپ بنزین، خب میری پمپ بنزین، یه نازل داره دستت، خب این نازله رو دستت میگیری، خب یه همچین چیزیه، خب اینو دستت میگیری شبیه تفنگه. خب شروع میکنی به بنزین زدن، وقتی بنزین میزنی دستت سرد میشه، دستت چی میشه؟ سرد میشود. وقتی دستت سرد میشه داره گرمای دستتو میگیره، پس این واکنش چیه؟ گرما گیره. درسته؟ داره چیکار میکنه؟ گرمای دستتو میگیره. اوکی؟ نه اینا مام خب MSR نوشته عشقی، نمیدونم چیه. خب پس این میشه گرماگیر. یه قابلمه غذا میذاری، خب اینجا بهش چی میدم؟ اینجا بهش میگم حرارت میدم. خب این غذای چی میشه؟ حرارت رو میگیره، این غذای حرارت رو میگیره، پس میشه گرما گیر. اینجا فرض کن چی روشنه؟ اجاق گاز. چی روشنه؟ اجاق گاز. این داره گرما میده، این داره گرما میده، پس این میشه گرما به. پس اون اجاق گازر که روشن گیر تک 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 صدا میده داره گرما میده، تو دستت میگیری بالاش، اون واکنشی که در اون زیر انجام میشه گرما ده، دست تو داره گرما رو میگیره. درسته؟ این از این. بیام اینجا، بیام اینجا. حتی خب حالا گفته که پوسیده شدن کاغذ که دیگه خب خیلی تابلوه، واکنش شیمیایی هستش. بیام اینجا پوسیده شدن کاغذ، آتش گرفتن جنگل ها. تغییر فیزیکی به تغییر می که نوع مولکول ها تغییر نکنه، بلکه از حالتی به حالت دیگه. آب و حرارت بدی، آب و حرارت بدی، شیشه رو بشکنی، کاغذ رو ریز ریز کنی، زلزله بیاد، نمیدونم من فرض کنم شیشه رو بشکنی، اینا همشون چی هستن؟ درسته. امین عباس اسلامی میشه آمونیوم دیکرومات تجزیه میشه گاز نیتروژن بخارا و کروم اکسید میده، یا اکسید کروم میده. بله کاملا درسته. کلاس ساعت 9 هستش، یه ربع دیگه. خب تغییر فیزیکی مثل جوشیدن آب، تابلو، پاره کردن کاغذ، خم کردن فلزات و یخ زدن. مثلا من یه زنجیر بیارم اینجا وسط فشار بدم زنجیره رو پاره کنم، میشه تغییر فیزیکی. درسته. ژانگولر بازی در بیاریم. نشانه های تغییر شیمیایی که خیلی جذابه واسه دبیرا توی سوالایی که تو امتحان نهایی میدن، امتحانات نهاییتون میدن، تشکیلش چیه بچه ها؟ تشکیل رسوب میدن. درسته؟ تشکیل چی میدن؟ تشکیل رسوب میدن. درسته؟ مثلا فرض کن انداختن میخ درون کاته کباب به شما رسوب چی میده؟ آهن میده. ببخشید رسوب مس میده. تغییر رنگ، تغییر رنگ مثل چی بچه ها؟ مثلا فرض کن شما همون چیز رو اسمش چیه؟ مثلا
آمونیوم دیکارات نارنجی رنگ، بعد از اینکه واکنش شیمیایی انجام میشه رنگش میشه چی؟ اکسید کروم میشه سبز. نارنجی بوده شده سبز، این تغییر رنگ. آزاد شدن نور و گرما، کبریتو بزن روشن کن، نور و گرما داره به تو میده دیگه، نور و گرما میده. فقط یادتون باشه روشن شدن لامپ، این لامپایی که جلو من روشنه، اینا تغییرشون شیمیایی نیست. روشن شدن لامپ تغییر شیمیایی نیست. اما سوختن لامپ تغییر شیمیایی یا روشن شدن لامپ تغییر شیمیایی نیست. روشن شدن لامپ تغییر شیمیایی نیست. خروج گاز، مثلا انداختن قرص جوشان توی آب، گاز عرضم به حضورتون قرصم قرص جوشان و سرکه CO2 آزاد میشه. انداختن تخم مرغ درون سرکه گاز CO2 آزاد میشه. واکنش تجزیه آمونیوم دیکرومات، بخار آب آزاد میشه و گاز نیتروژن آزاد میشه. یه مورد دیگه هم اینجا بگم، مثلا فرض کن تجزیه آب اکسیژنه، تو تجزیه آب اکسیژنه چه گازی آزاد میشه بچه ها؟ گاز O2، گاز O2 آزاد میشه، گاز O2 آزاد میشه. تغییر رنگ کاغذ پیش هم تغییر شیمیایی هستش. تغییر رنگ کاغذ پیش، خب یعنی حالتش عوض شده. تغییر رنگ کاغذ پیش نه، فکر نمی کنم، چون که من اون کاغذ پیش رو، تغییر رنگ کاغذ پیش رو بعضی از مواقع اون کاغذ پیش رو دوباره استفاده کرده بش، وقتی گذاشتم یه مدت مونده اون ماده که روش بوده تبخیر شده بعد دوباره استفاده کردمش. خب آزاد شدن نور و گرما، چه نیرویی هست؟ نور و گرما انرژی، نیرو نیست. از قسمت رسوب هم مسئله میدن، از قسمت رسوب براتون یکی دو تا گفتم، ولی اگر مدرسه سمپاده شاید بدن، اگر فقط سمپاده بقیه نه. آتیش گرفتن الکل برای تغییر شیمیاییه، چون داره نور و گرما آزاد میکنه. بیاییم پایین تر، سوختن یه تغییر شیمیایی که همراه با تولید نور و گرماه که دیگه خیلی تابلوه. راه خاموش کردن آتش، سرد کردن آتش، یعنی چی؟ آب بریزم روش، یه جا آتیش گرفته آب، سطل آب بریزم روش میشه سرد کردن. خفه کردن چیه؟ دور از جون، یه نفر آتیش گرفته نباید بوده، یه نفر با پتو میاد دورش میگیرتش، میشه خفه کردن. یا مثلا توی پمپ بنزین یه جا آتش سوزی میشه، بغلش یه سطل شنه، بغلش یه دونه سطل شنه، سطل شنه رو میریزه روش، این میشه چی؟ این میشه خفه کردن. دور کردن مواد سوختنی، خب دور کردن مواد سوختنی میشه کدوم؟ دور کردن مواد سوختنی یعنی فرض بکنید که یک جایی هست، دور کردن مواد سوختنی یه جایی هستش، یه مخزنی هستش، اون مخزنه رو داره مثلا ازش داره مثلا بنزین خارج میشه، میاد اون مخزنه رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه، شیر فلکش رو قطع میکنه، درسته؟ دور از جو مثلا یه خونه یه کسی آتیش گرفته، میاد شیر فلکه گاز و اینا رو همه رو میبنده که گاز دیگه وارد نشه، میشه دور کردن مواد سوختنی. یاسین ملک علایی، نه کلاس مواد جلیلی همین روز همین ساعته، یک شنبه ساعت 20 دقیقه بعدش تا 9 بعد از این کلاس هم تمام بشه. ملک علایی بعد گفته که فرآورده های سوختن، این خیلی مهمه، این خیلی سوال میده ازش. من 90% معلم ها میتونم بگم این قسمت، این یه تیکه دوتا خطی که هست خیلی براشون جذابه که ازش سوال بدم. میگه برای سوختن به ماده سوختنی اکسیژن و گرما، مثلا میشه مثلث آتش من میشه گرما، دقت کن، تبدیل میشه به گرما، اکسیژن و ماده سوختنی، گرما، اکسیژن و ماده سوختنی. نکته جالب چیه اینجا؟ میگه آجر من اینجا اگر که شمع داشته باشم، خب اگر شمع داشته باشم شروع کنه به سوختن، بهش گرما بدم با گاز اکسیژن، دو تا ماده برام تولید میکنه، کربن دی اکسید به اضافه چی بچه ها؟ بخارا به اضافه نور و گرما، چه گاز کربن دی اکسید میده، بخارا میده به اضافه نور و گرما، درسته بچه ها؟ اینا رو بهم میده. خب پس چیزی که برام تولید میکنه ایناست. خب پس دقت کنید، شمع در واقع اون پارافینش که هیدروکربونه با گاز اکسیژن و گرما، این شمعه میشه چی؟ میشه ماده سوختنیه. این شمعه میشه چی؟ این ماده سوختنیه. خب گرما هم که دارم، اکسیژن هم که دارم، این اکسیژنش، اینم گرماش، این سه تا وقتی میسوزن در واقع گاز اکسیژن و شمع میشه واکنش دهنده، در اثر گرما به من گاز کربن دی اکسید CO2 میده به اضافه بخار آب و نور گرما، کیو با کیو نشونش میدم،
که میگیم چی؟ فراورده. این چی هستش؟ واکنش دهنده. این از این بیان پایین تر. خب گفته که واکنش دهنده موادی هستن که در یک تغییر شیمیایی دچار تغییر میشن. هرچی سمت چپ واکنشه این وله سمت چپه میشه واکنش دهنده. هرچی تولید میشه میشه چی؟ میشه فراورده. هرچی تولید میشه میشه یک فراورده. خب میشه کاتالیزگر چیه بچه ها؟ ماده ای که سرعت واکنش شیمیایی چیکار میکنه؟ افزایش میده و در نهایت دست نخورده باقی میمونه. پس کاتالیزگر چیه؟ ماده ای است که سرعت واکنش شیمیایی رو تغییر میده اما در نهایت دست نخورده باقی میمونه. سرعت واکنش شیمیایی رو افزایش میده، واکنش سریعتر انجام میشه. واکنش سریعتر انجام میشه خب، اما در نهایت دست نخورده باقی میمونه. پس سرعت واکنش شیمیاییتون رو افزایش میده اما دست نخورده آخر واکنش هم میمونه. مثلا فرض کن تو واکنش H2O2 آب اکسیژنه به شما میدهد H2O به اضافه O2. خب اینجا به تو چی میده؟ اینجا مثلا فرض کن شما یه دونه چی داری؟ یه دونه اسمش چیه؟ مثلا کاتالیزور داری به نام V2O5، بهش میگم پنتا اکسید وانادیوم. خب بهش میگم پنتا اکسید وانادیوم. این چیه؟ یک فرضاً به حضورتون کاتالیزوره. آنزیم چی هستش؟ آنزیم چیه؟ سبب میشه تغییرات شیمیایی در بدن موجود زنده سریع‌تر انجام میشه. در واقع آنزیم یک نوع کاتالیزگره. در واقع آنزیم یک نوع کاتالیزگره. دقت کن. اینو من سوال دادم، اکثر بچه‌هام جواب ندادن سر کلاس. خب مثلا اومدم گفتم آقا من چی دارم اینجا؟ من اینجا چی دارم بچه‌ها؟ دقت کن، مثلا من اینجا گلوکوز دارم. خب گلوکوز به اضافه اکسیژن میشه تو بدن شما در اثر یه آنزیمی، مثلا آمیلاز، پروتاز، لیپاز. اکسیژن به اضافه یه گلوکوز، اگر این آنزیم نباشه به تو کربن دی اکسید به اضافه بخار آب به اضافه یه گرما نمیده، نور نمیده، کرم شبتاب نیستی نور بدی. خب پس این گلوکوزه، این قنده که شما میخورید، مثلا میری شما یه قند میخوری، شکر میخوری، مثلا عسل میخوری، این گلوکوز وارد بدنت میکنی با اکسیژن تنفسی که میکنی. خب اگر این آنزیمه که به عنوان کاتالیزوره وجود نداشته باشه این واکنش انجام نمیشه. اوکی این حواست باشه، این حواست باشه، این آنزیم کاتالیزوره. گلوکوز در بدن موجات زنده در حضور آنزیم با اکسیژن هوا ترکیب میشه و کربن دی اکسید بخار آب تولید میکنه، همین چیزی که من اینجا نوشته بودم. اینا هاش خیلی مهمه. کربن مونوکسید یه گاز بیرنگ بیبو سمی، تکرار کن، گاز بیبو بیرنگ سمی و کشنده است. گاز بیبو بیرنگ سمی و کشنده است که هرگاه یک نفر به مدت چند دقیقه تنفسش بکنه مسموم میشه و ممکنه حتی بمیره، چون کربن مونوکسید 200 برابر اکسیژن تو خون حل میشه. کربن مونوکسید دقت کن 200 برابر O2 تو خون حل میشه در اثر سوختن چوب در فضای بسته، به طوری که چی باشه؟ اکسیژن کافی وجود نداشته باشه، به طوری که یا کن در اثر سوختن چوب در گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا توش جریان نداره علاوه بر کربن دی اکسید بخار آب یه گاز دیگه تولید میشه به نام گاز کربن مونوکسید، که این گاز گاز سمی بیرنگ بیبو و کشنده است. گاز چی هست؟ سمی بیبو بیرنگ و کشنده هستش که 5 دقیقه تنفس کنی خدافظی میکنی باهاتون تو این مرحله. از این رو یاد داشته باش که همواره تو اتاقی که شومینه، حالا به قول خودشون همینه سوز و بخاری روشنه، بعد هوا در جریان باشه، بعد هوا در جریان باشه. آرمین محمدی. خب نکته ای سه، گفته اگر تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام بشه کار انجام می شود. مثلا فرض کن اومده گفته آقا من قرص جوشان رو میندازم توی مثلا سرکه، به من گاز کربن دی اکسید میده به اضافه نمک،
به چه صورت؟ به این صورت که آجون من میادش اینجا میگه که من چی دارم اینجا؟ یه دونه بطری دارم. خب این بطری هر نمیذارم روی یه دونه چهارچرخه مثلا. خب توی این بطری چی میریزم؟ قرص جوشا میندازم. خب درشم میبندم. خب این گاز چی تولید میکنه؟ CO2. CO2 که تولید میکنه این درپوشه رو خب محکم میزنه عقب، خودش به سمت جلو حرکت میکنه، به سمت جلو. از وقتی یه جسمی هم که به سمت جلو حرکت کنه در واقع چی انجام شده؟ کار انجام شده. چی انجام شده؟ کار انجام شده. برای آخرین نکته یادتون باشه ما توی لیموتورشی که داشتیم، این لیموتورشه خب، میبندیم این ور یه تیغه چی میذاشتیم؟ یه دونه مس میذاشتم، یه دونه آهن میذاشتم. خب میومدم با استفاده از اینا یه دونه لامپ LED یه ولتی روشن میکردم. به چه صورت؟ این دوتا تیغه باید چی باشن؟ اول اصلا متفاوت و حتما باید چی باشن؟ فلز باشن. خب به علت اختلاف پتانسیلی که ایجاد میکنن، بعد اینا باید حتما لیموتورش باشه، یعنی چی باشه؟ رسانه جریان برق باشه، رسانه جریان برق باشه. پس یه لیموتورش بردم، یه سمتش مثل یه سمتش آهنه. لیموتورش را قبلش یه اینجوری فشار میدم که پالپای بینش پاره بشه، آب لیموتورش تو کلش پخش بشه. یه سمتش رو آهن میذاره، سرش رو وسوس میکنم به یه دونه لامپ LED یه ولتی، لامپ روشن میشه. چرا؟ چون یه دونه تغییر شیمیایی توش انجام میشه. این تغییر شیمیایی انجام میشه به علت اختلاف پتانسیلی که وجود داره، باعث میشه چی؟ انرژی چی ایجاد تولید بشه؟ انرژی الکتریکی. این انرژی الکتریکی که تولید بشه چه اتفاقی میفته؟ این لامپ روشن میشه. این لامپ روشن میشه. کسی سوالی نداره از این قسمت؟ خب بچه های عزیز، کسی که تو کلاسه، کسی سوالی نداره؟ خب بسیار عالی. به جای لیمو میتونی مثلا سرکه بذاری، به جای لیمو ترش میتونی سرکه، یعنی هر چی میخوای بذاری بذار، ولی حالت چی داشته باشه؟ اسیدی داشته باشه، حالت اسیدی داشته باشه. البته آب نمک هم میتونی بذاری، آب نمک هم میتونی بذاری. خب بچه‌های عزیز، برای امروز کافیه. امروز جلسه اول، جلسه صفر بخش TNT علوم هشتم فصل 1 و 2 رو با هم کار کردیم، خیلی شیک و مجلسی. همه نکات فصل 1 و 2 رو بهتون گفتم، جزوه‌اش میذارم رو پنل، اونایی که دست نویس نوشتم میذارم براتون رو پنل. جلسه آینده که اومدم فصل 3 رو با هم کار میکنیم، فصل 3 رو میایم اینجا با هم کار میکنیم. خب یادتون باشه فصل 3 رو کار میکنیم و یه چند فصل زمین شناسی رو. خب دو تا مس نمیشه یاسین ملک علی، بعد متفاوت باشه. نوشتم دو تا فلز مس متفاوت باشه. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. هفته آینده ساعت 7:40 تا 9 در خدمتتون هستیم با نکته و تست و جمع‌بندی علوم هشتم. بیا با هم یه 20 خوشگل بگیریم. مواظب خودت باش و خدا نگهدار.